سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بریم سراغ ادامه بحث رید که داشتیم صحبتش رو میکردیم. جلسه قبل لول‌های مختلف رید رو گفتیم. موضوع بعدی که میخوام صحبت کنیم راجبش اینه که ما میخوام این مقایسه داشته باشیم بین رید سخت افزاری و رید نرم افزاری. پس میخوام راجب این صحبت کنیم که رید سخت افزاری در مقابل رید نرم افزاری چه تفاوتی با هم دیگه دارن، کدوم بهتره کدوم بدتره. خب در کل بچه کلن اصلا کار رید نداریم، در کل همیشه هر جایی نسخه سخت افزاری بهتر از نسخه نرم افزاریه، چه توی رید باشه چه فایروال باشه چه لود بالانسر باشه، هر چیزی نسخه سخت افزاری قطعا بهتر از نسخه نرم افزاری. اما یه جاهایی حالا بحث محدودیتی که وجود داره، هزینه و چیزهای دیگه، شاید به ما اجازه ندی که بتونیم از دقیقاً نسخه سخت افزاری استفاده کنیم و بعد بریم سراغ نسخه نرم افزاری. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا سخت افزاری بهتر از نرم افزاریه؟ یه دلیل اصلش اینه که سخت افزاری وقتی باشه، همین رید رو در نظر بگیریم، رید سخت افزاری سی پی یو خودش رو داره و سی پی یو سیستم من رو اشغال نمیکنه، یعنی از منابع سیستم من اصلا استفاده نمیکنه، برای همین سرعتش بالاتره و بهتره. اما تو حالت نرم افزاری اون سیستم من در کنار کار خودش باید کار رید رو هم انجام بده، پردازش رید رو هم باید انجام بده، برای همین نسبت به سخت افزاری در واقع سرعت کمتری داره. خب این بحث سخت افزار و نرم افزار رو ببندیم، بریم یه چند تا کیس رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که تو این کیس ها در حقیقت رید کدوم حالت رید بهتره. خب بریم سراغ اولین کیس. مثلا مثلا اینستاگرام مثال بزنم، یا مثلا میتونیم اینجوری بگیم یه HTTP ایمیج سرور. توی HTTP سرور چیزی که ما خیلی برای مهمه بحث ریده، یعنی سرعت ریدمون باید خوب باشه. پس کدوم روش بهتره؟ این سراغ رید یک روی میرورینگ. خب چون دیتا کپی شده خیلی سرعت بالاتر رید میشه، بعد چون دیتا خیلی میتونه مهم باشه، مثلا یکی زحمتی کشته یه عکسی ویدیو چیزی ساخته، طبیعتا نباید اون لاس بشه دیگه، پس کپی داشتن از دیتا خیلی مهمه اینجا. معمولا خب تو اینستاگرام مثلا مثالشو زدیم، کاربر مثلا یه بار میاد یه عکس ویدیو رو میذاره و دیگه کار باش نداره، پس رایت اون یه بار انجام میشه ولی مدام داره رید انجام میشه، پس رید خیلی مهمتره. بعد و حتی مثلا ما میتونیم تو رید یک بیم یه هات اسپر هم اضافه کنیم. هات اسپر چیکار میکرد؟ یه دیسک آماده داشتیم برای زمانی که دیسکمون فیل میشد، سریع جایگزین اون میشد که کمترین میزان مشکل رو داشته باشیم زمانی که اگه مشکلی پیش میاد یا دیسکمون فیل میشه. پس تو HTTP ایمیج سرور میریم سراغ کیس، میریم سراغ رید یک. سناریو بعدی، شما یه سایت خبری رو تصور کنید. تو سایت خبری بچه‌ها خب هم سرعت خیلی مهمه، هم بحث خود دقیق اطلاعاتی که وجود داره. خب یعنی خبرگزاری ها سریع میخوان خبر رو پابلیش بکنن که مردم بیان بخونن. چون سرعت رید و رایت اینجا خیلی مهمه، باید بریم سراغ رید صفر. اما کناش به رید یک هم داشته باشیم که در حقیقت ما یه دیتامون از دست نشه، لاس نشه، پس یه ترکیبی از رید صفر و رید یک. استفاده خونگی، تو استفاده خونگی بچه ها چیزی که برای ما مهمه در حقیقت خیلی برامون این مسئله نیست که دیتا پاک بشه.
آهنگ و فیلم و ایناست دیگه. خب این سرعت مهمه برامون، بتونیم راحت ازش استفاده بکنیم. اینجا میتونیم بگیم رید صفر خیلی آپشن خوبیه. تو رید صفر ما سرعت و پرفورمنس خوبی داریم، اما بکاپ و نمیدونم ریداندنسی اینا نداریم. کسا اینجا مهم، مثلا چهار تا آهنگ هم پاک شد که شد، مهم نیست. نهایتا اگه دیتای برای کارخونگی مهم باشه، خودش ازش بکاپ میگیره، توی سی دی، یه فلش، یه چیزی نگه میداره جداگونه. خیلی خب دیگه کم کم بریم سراغ دست به کار شدن و یه سناریو با هم دیگه ذره رید انجام بدیم. من میام داخل ویچور باکس، این قبلیه رو دیلیتش میکنم که دیگه باش کاری نداریم. یه دونه کلون از این میگیرم، اسمشو میذارم رید، بعد اینو میذارم regenerate network address، next اینو میذارم linked clone، finish. خب همینجا بچا سیتینگ رو بزنید. خب تو استوریج فکرم دوره خاموشش نکردم قبلیه رو، یه لحظه ازده بدید استارتش کنم. خیلی خب این پاور آف شد، سیتینگ رو میزنم، استوریج، کرییت، نیکست، نیکست. 5 گیگ کفایت میکنه، 4 تا هارد 5 گیگی. یه دونه دوتا این سه تا این هم 4 تا. خیلی خب این هم 4 تا 5 گیگ من اضافه کردم، یه 10 گیگ هم که خودش داره. خب من ماشین آوردم بالا، بریم سراغ رید. ببین بچه ها، برای اینکه شما بخواید رید 5 پیاده سازی بکنید، کرنلتون باید نسخش از 2.3 به بالا باشه. و این اصلا در حقیقت رید 5 رو جواب نمیده. خب بریم با هم دیگه اول چک کنیم نسخه کرنلمون چنده، بعد بریم جلو. برای چک کردن نسخه کرنل، خب کاری که میکنیم اینه که این موس هم دوباره بازی در آورده. ای بابا، از من پاور آفش میکردم، حواسم نبود. یه لحظه ازده بدید من اینو پاور آفش کنم. موسش نمیدم چه اینجوری میشه، تغییری تو موسش بدم ببینم چیزی میشه یا نه. یه گزینه دیگه هم داشت، فعلاً اوکی کنم، ولی یادم یه چیز دیگه داشت.
خب مشکل موس هم حل شد. من گفتم یه چیز دیگه بودش اینجا، شما ستینگ رو میزنید اگه موس تو مشکل داشت بچه ها، توی اینتر سیستم اینجا پوینتینگ دیوایس رو بذار رو گزینه آخرش، این چیزی که الان میبینید رو این بذارید اگه موقع موستون مشکل داشت. خب بذار اول من این فونتینم یه ذره درشتش کنم، 16 باشه، بعد این هم باشه 1.5. خب برای چک کردن نسخه کرنل یه دستوری داریم به نام uname-r. الان نسخه کرنل 54ه، پس مشکلی برای استفاده از رید 5 ندارم. خب حالا باید چک بکنیم ببینیم ماژول رید 5 آیا هست روی سیستم یا نه. یه دستوری داریم به نام مود پراپ، اسم ماژول هم می‌ذارم رید 5. آها من سویچ نکردم روی روت. خب مود پراب رید 5 چیزی به این بر نگردوند. خب بریم یه جور دیگه چک بکنم. یه دستور دیگه داره بریم LS مود که خروجیشو میدم به گرپ، میگم چک کن ببین رید 5 رو داریم یا نه، بازم چیزی نداریم. پس من ماژول رید 5 رو الان ندارم روی این لینوکسم. دستور LS مود بچه ها لیست ماژول هایی که الان لوده رو نشون میده، پس نشون میده که ماژول رید 5 لود نیست، هستا لود نیست. برای اینکه بخوام لودش بکنیم بعد بریم فایلش رو پیدا بکنیم، بعد با دستور این اسمود بیام چیکار بکنیم، اون فایل ماژوله رو بیاریم بالا. خب حالا فایل ماژوله رو چجوری پیدا بکنیم؟ ما برای پیدا کردن فایلش دستور داریم به نام مود اینفو، اسم ماژول رو می نویسم اینتر، نکنید مسیرش رو به هم میگه کجاست، میگه این فایله توی این مسیر ایناش. من این مسیر رو بر می دارم. خب میام اینجا. خب حالا فقط کافیه که بیام بیزم این اسمود، اسم فایله رو بهش بدم. اما این مسئله ای هست، این رید 5 بچه ها یه سری دپندنسی داره، نیا کنید ناشش. من باید دونه دونه این ماژولا رو هم آب کرده باشم، اما برای این که به جای این که بیام دونه دونه این کارها رو انجام بدم، یه دستوری داریم به نام مود پراب که من چند پیشم زدمش. مود پراب خودکار همین کارها رو انجام میده، میگه مود پراب کن رید 5. حالا اگر بیام LS مود بگیرم و بدمش بگرف، بگم دنبال رید بگرد، نیا کنید میگه رید 4 و 5 و 6 و الان ماژولش بالاست و مشکلی نداره. اما نکته بعدی، تمام کارهایی که در رابطه با رید ما قراره انجام بدیم توسط یک پکیج انجام میشه به نام MDADM. پس بعد این پکیج هم رو سیستم ما باشه. چجوری چک میکنم پکیج رو؟ یه دستور دارم بنام rpm-qa، خروجیش رو میدم به grep، میگم دنبال MDADM میگردم، میگه MDADM هست، 429 هم هست، نسخه 429ش هست، پس مشکلی وجود نداره. و دستور آخری که این جلسه میخوام ببینیم lsplk که میخوام ببینیم اون هاردامون هست یا نه. BCDE چهار تا هاردی که درست کردیم اینجا هست و خامم هستن. بریم بیام جلسه بعدی بریم سراغ رید. فعلا خدافظ.